اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن. آقای صفایی فراهانی مدیر دولت شماست، از دولت شما پولدار شده. فهرست بلندی است، من نمیخوام اینجا اسم ببرم. شما میگید میلیاردر شدن؟ پسرای آقای هاشمی چی کار میکنن در کشور؟ و بر اساس اعتراض به این وضعیتی که ایشون به وجود آورده دارم صحبت میکنم. اگه نبود که بنده که نمیخواستم که در این مملکت بیام دوباره کار کنم، هم کار فرهنگی خودم میکردم. ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه، داره پرونده سازی میکنه. ایشون خجالت نمیکشه در مقابل بنده برداشته به صورت بازی یه دونه چیز کرده، هی عکس خانم من رو به من نشون بده. امروز 12 سالگرد مناظره میرحسین موسوی و احمدی نژاد است. به این بهانه نگاهی داریم بر این مناظره تاریخی. مناظره میرحسین بین موسوی و محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 به عقیده بسیاری از کارشناسان نقطه عطفی در تحولات آن سال و سالهای پس از آن شد. این مناظره تلویزیونی دو نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ چهارشنبه 13 خرداد 88 به صورت زنده به نمایش درآمد و به یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران معاصر تبدیل شد. این اولین بار در تاریخ ایران بود که یک رئیس جمهور وقت در یک مناظره انتخاباتی شرکت میکرد. به گفته دبیر ستاد انتخابات صدا و سیما، تخمین زده شده است که حدود 50 میلیون نفر در داخل ایران به صورت زنده شاهد این مناظره تلویزیونی بودند. احمدی نژاد از ابتدا مناظره را طوفانی شروع کرد و از اکبر هاشمی رفسنجانی نام برد و بیان داشت که وی گروه هواداران میرحسین را مدیریت میکند. در این مناظره محمود احمدی نژاد به نقد جدی رئیس جمهوران پیشین خاتمی و هاشمی رفسنجانی جانی پرداخت و در موارد متعدد با ارائه آمار مقایسه ای بین دولت خود و دو دولت قبل در 16 سال از عملکرد خود دفاع کرد. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در پر مخاطب ترین رسانه ایران و در یکی از پربیننده ترین برنامه های تاریخ آن، هاشمی رفسنجانی را با ذکر نام و به صراحت به ضربه زدن به دولت، فساد اقتصادی و بالاتر از این به ارتباط غیرقانونی و هانی با پادشاه یک کشور عربی همسایه علیه دولت منتخب مردم متهم کرد. در این مناظره موسوی با اشاره به هدف ورود خود که با گذشت 4 سال از دولت احمدی نژاد احساس خطر کرده ام، به انتقاد از سیاست‌های دولت پرداخت. احمدی نژاد هم به دفاع از خود برآمد و با ادعای حمایت موسوی از دولت‌های اصلاحات و سازندگی، عملکرد دولتش را با موارد گوناگون در 24 سال گذشته مقایسه نمود. احمدی نژاد 3 دولت گذشته ایران، یعنی دولت میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی و دولت محمد خاتمی را رقیب خود در این دوره از انتخابات دانست و خانواده بسیاری از مقامات را به فساد متهم کرد. اتهامات احمدی نژاد در این مناظره رفسنجانی و فرزندانش، علی اکبر ناطق نوری و پسرش، غلام حسین کرباسچی و همسرش، محسن صفایی فراهانی از نمایندگان متحسن دوره ششم مجلس شورای اسلامی را نیز در بر گرفت. همچنین در اواخر این مناظره احمدی نژاد پرونده زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، را روبروی دوربین قرار داد و ادعا کرد که او به صورت غیرقانونی 2 مدرک فوق لیسانس گرفته، بدون کنکور مدرک دکترا گرفته و حتی رئیس دانشگاه شده است. میرحسین موسوی در پاسخ به گفته‌های آقای احمدی نژاد گفت که قانون گریزی دولت و ایستادن آن در مقابل مصوبات مجلس را زمینه‌ساز دیکتاتوری می‌داند. او گفت اگر 8 سال در دولت طوری عمل شود که رئیس جمهوری و دولت قوانین را نادیده بگیرند، بعد از 8 سال ممکن است کسی از احساسی که در کشور به وجود آمده سوء استفاده کند. موسوی در ادامه از تندروی‌های احمدی نژاد در زمینه هولوکاست انتقاد کرد. موسوی در ادامه گفت ظاهرا احمدی نژاد چیزی از بنده نداشته است که آمده است مرا به 2 دولت قبلی وصف کرده. موسوی گفت که معاون آقای احمدی نژاد به جای تلاش برای حل مشکلات مردم در صدد پیدا کردن چیزهایی بوده که به درد این جلسه مناظره بخورد. در پی این مناظره هاشمی رفسنجانی و دیگر کسانی که توسط احمدی نژاد به فساد متهم شدند به شدت به احمدی نژاد اعتراض کردند، تا جایی که حتی هاشمی رفسنجانی نامه بدون سلام به رهبری نوشت. 12 سال بعد از این مناظره تاریخی، یکی در حصر قرار دارد و دیگری نیز رد صلاحیت شده است.